وقتشه. افتراشی بشما کن. افتراشی بوده ماشالله تکون بخواه. رشی آتیش کن. میرم تو بچه ها رو بردار ببر در پایین کمین کنید تا 5 دقیقه بهم فرجه بده. اومدم میرون فبه المراد نیبندم میرون. چه میکنی؟ نگران میشی. خاک بر سرت. میایم تو. میای تو؟ آه با نگرانی میایم تو. غلط شدم آقا. غلط شدم. با چی بیایم تو آقا؟ هر چی شما بگیم. یا لازمتون میشه. نامردا باس از بازوی مرد بترسن نه سیر و ترقش. یا پایین جلب توجه نکن. همش کلاس درس آقا زندگی شما. گوگولی اینو بینویس، بزن رو دیفال، بالاشم بینویس، از امروز حرف منه. میه کوه از بالا نشینی ارزشی پیدا نکرد. جاده از افتادگی از کوه بالا میرود. We'll be right back.
مگه نوکتر به شما متذکر بشم این بار فیروز خانه، فیروز خانم رو بارش خیلی حساسه، اگه میخوای به دوزیش هر جا باشی پیدات میکنه زندت نمیذاره. اما گفته خودت میدونی. آقا من ای چیزا نترسم، من بچه کرمونم. آقا ببخشم پرد کردم جسارت. و مبارکی جاری میکنیم خطبه عقد دونو گل که البته نمیشه گفت قنچه را که میشه گفت دو قنچه بله حتما میشه گفت دو قنچه خیلی وقت شکفته را باشه. خب آخه ببخشید آج آقا یه چند لحظه جرم قاشه منی کشف نکردی ببینین نیم وجبی بیمیلی کی دعوت کرده حالا تو خودت اذیت نکن بعدم میگم چیز مهمی نیستش آج آقا بفرمایید ادامه بدید بله بفرمایید هنوز نگفتی که کاشف نیستی راستشو به قید خانم نگفتی میگم دختر بگو برانی باشه میگم قندتو بسا چشم کلا قندو نخوری یا خواهش کنم سکوت و رعایت بفرمایی مهمونه گرامی همه سکوت و رعایت کنن خطبه رو جاری کنید حاج آقا خیلی معذرت میخوام یه لحظه قبل از خطبه من یه چیز کوچولو به عروس خانم بگم بعدا شما کارتون رو انجام بفرمایی فقط سریع های داماد من عجله چشم بفرمایی دایی بله من میخواستم بگم که من آهای آقای داماد خواهش میکنم که رعایت بفرمایید این مهر و محبت انشالله تا آخر عمر همینجوری پا بر جا بمونه ازوید من کارم بکنم عجله دارم دیرم آقا آج آقا یه ذره دیگه بوده آخرش الان تموم شد آخرش یه ذره خب میگفتیم من شیفته چیز یعنی صداقت تو نجابت تو اون نورانی بودنی تو رو ای بابا آقای داماد کافیه دیگه همکاری بفهمی خواهش میکنم از تو عرض کردم من دو مراسم دارم باید برم تایم تو تموم میشه جمع کنم برم تموم نشد آخه خب بفرمایی خواهش میکنم عروس خانوم بعد به بنده وکالت میدهید که شما رو با مهر و صداق معلوم به عقد و نکاه ماه داماد
جناب آقای جهان برهانی در آورم؟ عروس رفته گل بچینه. یه دقیقه نفرست بره گل بچینه. جناب سعدی؟ بله. لطفا گزینه بعدی اشتباه شده. اشتباه شده خانم؟ چه اشتباهی؟ داماد اشتباه شده. داماد اشتباه شده؟ بله بله. یه لحظه آجا من خواستم همین نایت بگم اشتباه نشده. میدیدی ایچ آقای برهانی چیزی شده به بنده بفرمایید مشکل حل کنیم. جناب سعدی اگه نمیرید بعدی پس برید همون گزینه قبلی. متوجه نمیشم خانم. کاشه بحرانی چیه؟ بحرانی چیه؟ من نمیفهمم چی شده. چیزی شده آقای داماد؟ نه خیلی خیلی بیشین بفرمایید. برای بار آخر میپرسم عروس خانم، سرکار خانم ناهید اولنگی، فرزند صالح، بنده وکیلم. وکیل که منم. خب همین ابتدا به افتخار عروس و داماد دو گل سرسبد مجلس لطفاً کف مرتب و چه شود امشب. خب یه نوید هم بدم به دوستان مهمانان ارجمند. امشب یک سورپرایز ویژه هم شاه داماد تهیه و تدارک دیدن که طی مراسم میخوان عروس خانوم رو سورپرایز کنن و هویت اصلیشون رو برملا بکنن که میگه برمیگرده به خون شادم. ترسیدم فکرم حیوان جونوری اومده تو آجاز کنه. جونور چی آقا؟ نبیبینی چرا آقا رو چنگو چرا خسارت میزنی؟ آش کاری او چه بود؟ چیه؟ چیه پریشونی؟ خواب بد دیدی؟ خوابوس دیدی؟ چی بود؟ من جام که عوض میشه اینجوری میشم دیگه. میدونی؟ همش فکر میکنم دوباره توزه میخوام از دست بدم نایی. نه بابا این کابوس کاشف بلم نمیکنه.
تو از روز اول با من صادق بودی، این کف دست زلال بودی، این آینه شفاف. حالی متاسفانه من به تو دروغ گفتم. دیریز موشه بیری کیه؟ چی بابا گذشته ها دیگه گذشت دیگه. مهم الانه که کنار هم دیگه جناب کاشف سابق برهانی فعلی. فقط کار بد کردی و برای جبرانش پای قولت بایستا. چی؟ ازدواج محسن دیگه. بذاری بره اون حل پیگیرش هستم. اصلا نگران نباش، من دیگه مزایم خلوتت نمیشم. شب بخیر. باشه زیر سرتا خوب بذار خواب بد نبیشه. شب بخیر. اون حل مره محسن نایی دیگه چی؟ یه فکر بیشت ببین این خونه گلگوشاده گنده است، اصلا گم میشه توش. این کارون گرم خانواده هم از بین رفته، یه سردی به وجود اومده. ما میتونیم خشن یه دونه تیره از اینجا قشن از اینجا اینجوری بکشی. بری من وای تو اینا بابا ترسیدم فکرم چه که جونه بری چیزی اومده. منم جام قشن نصف میکردم جام. فقط میدونی یه موضوع مونده، اونم مهم نیست. چون دستشویی اینا همه میفته طرف ما، ما یه دونه از این مسافرتی از سیاره که بسته میشه میذارن زیر دست، این رو یه دونه میخرم میدم به موسی، میگم هر وقت کاردشی برو گوشی حیات. چطوره؟ خوبه؟ ابتزار آقا خودت داری میگی بالا پایین پر دستشوییه، چه فرابون دستشویی. متو این خونه مال ما نیست، خونه برادر خدا بیامرزمه، امانته. ما عزاداریم، نگارم تجهیزات بخره برگرده نگشتی، ما باید پر زده باشیم بینیم خونه خودم. تا قبل از اونم این باید زن بگیره بره، بذاره بره. دیکنه پرپای من سراخ نکنه. درست میگه نایی، دیگه نرو بری. دیگه چی؟ من میگم یه مخواه این کار زمینه نفهم، اینجا قاچاقی داریم زندگی میکنیم. شما حرف نزنی نمیفهمن، هیچ کس نمیفهم. فقط تا یادم نرفته ظرفا رو میشوری، اینا رو قشنگ تمیز میکنی، تی میکشی بعد بخوابی. یادم نره. باشه یاد راحت بابا، من به کسی نمیگم. یعنی دروغ بگم؟ افتادی بیرون برم نفسشو قطع میکنم، کاری میکنم که مرغان پخته یک به حالش گریه کنم. چه بگم؟ بگو بهش صد بار بدی کردی بیبی سمرش شو، یک بارم کار خیلی کن نفس بریده. من بگم؟ آره دیگه. سلام. زندونی گذشته خودت نباش، گذشته فقط یه درس بود نه هم صحبت. جمعش کنید تا پهنتون نکردم. افتخار آقا نادر همه جا متفرق شید. بگوانده مخلصی هم بفرما. رخصت خانمو. سلام آق طوفان. 7 ثانیه پایین پایین. خوش آمدید. پس رو با اجازه بفرمایید. خیر باشه، صبح اول وقتی دستور خدمت دادید. دیشب کجا بودی نادر؟ تو بند. تو بند؟ دیشب بابا تو دیدم نادر. کجا؟ تو خواب. کاش بودی و میدیدیش، حالش خیلی بد بود. خدا بد نده. از مادرت چه خبر؟ بیخبر نیستم، یعنی همون اول که اومدم زندون یه سر اومد ملاقاتم، بعدش هم ملتفت شدم سر فوت دایی خداوی آمرزم، یه سر اومده تا تهران. اتفاقی افتاده به ما بگو، ما طاقتشو داریم. آخرین بار کی از مادرت با خبر شدی؟ خانمو
یه جور حرف بزن ما ملتفت شیم. طاقتشو نداری نادر؟ عرض کردم طاقتشو دارم. نداری؟ عرض کردم دارم. باشه، بابات گفت، مادرت رفت. برای شادی روح تازه گذشته سلامات بفله. محمد صلی الله محمد باره محمد. خدا رحمتش کنه. ببند پرهام. چش رفت. آره به سلامتی. مادرم رفت، بعد شما میگی به سلامتی رفت. گفتم طاقتش رو نداری نادر، عجولی عجول. آره بابات گفت مادرت رفت خونه بخت. مبارکه. خونه بخت؟ خونه بخت؟ ببندید شرط و پرت نگو خانمو. آفیروز چطور نمیگه؟ اصابه عدد نکردم. غرض عرض اینه که شاید آقام خدا بیامرز چرت و پرت گفته تو خواب. جسارت نباشه، اون بزرگوار چرت و پرت زیاد میگفت. تو ببن چش. نادر جان به هر حال گفتم که مدیونت نباشم. بد نباشه. این بده. این بده. بده. آخ مامان، مامان جونم، اینم از خونه جدیدم. میدونم عزیز دلم، هیچ جای خونه خدا آدم نمیشه. میدونم هیچ جا در و دیوار خونه خدا آدم نمیشه، ولی چی کار کنیم؟ چاره این نیست دیگه. راستی مامان، من یه نخود دارم، شایدم شد دوتا. اینقدر دلم میخواست بودی واسه نخود غذای خوشمزه خوشمزه میپختی. این اولنگی هیچ غذای خوشمزه بلد نیست بپزه واسه نخود. الان میبرمت خونه رو بهت نشون میدم، ببینم خوشت میاد یا نه عزیز دلم. حالا بیا 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 موسنی بچپ، حالا جهانم به راست. دوباره موسنی بچپ، آها جهانم به راست. بیا 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 مبله نشکنه، ستون نریزه، تابلو نیفته. دوباره بیا 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 بیا. خوب حالا ولش کن. خیلی قشنگ، خیلی خوبه. واقعا باید به تبریک گفت. اصلا ترکیب رنگ‌ها و ترکیب اشیا رو همه رو می‌دونی چجوری بغلم بچینی. خیلی قشنگ شد. دست در نکنه. همچین به دلم نشست. واقعا؟ چرا؟ جهانه؟ جانم. اگه دوباره فرمون بدم، اونجا که من میگم پارکش میکنی؟ شما فرمون بده حتما. چرا که نه؟ ناراحت نمیشی؟ نه بابا چرا ناراحت بشی؟ پس فعلا فرمون میدم اینجا موقتا بذار تا بعد. بله چش. آب باری کلاب. قربون دست. بسم الله. بسم الله چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نشیدی مامانی چی گفت؟ بلند شو بذاریم بر مامانم؟ آره مامان من؟ چطه؟ چی میگی بابا؟ چی؟ چی فکر کردی درباره من؟ ها؟ فکر کردی منو بیکارم صبح تا شب ببینم خانم چی دست رو میده بگم چشم اطاعت کنم؟ خیر سرم، من یکی از مدیرهای مملکتم، همه میان ازم راهکار میگیرن، شما هی ازم کار میگیری، اونم اینجوری بیگاری عمالی. بعد میگی مامانت. مامانم؟ هم مامانم اگه الان بود نمیذاش آب تو دلم تکن بخور، نمیذاش دست به سیاه و سفید بذارم. 30 سال زحمت منو کشید نگفت آخ. میگید مامانم؟ خود شما گذاشت آب تو دلتون تکون بخوره، مثل پروانه دور سرتون میچرخید. چی کم گذاشت بسرتون؟ الان چجوری روتون میشه بگید مامانم؟ چجوری روتون میشه؟
خدا رحمتش کنه، زن خوبی بود، مادر خوبی برای بچه ها بود. از اون روزی که رفت حالا خون برای خوش شدم، من اینجا چیکار میکنم؟ این بودم چیکار کنم؟ گریه رکو بزرم، دنیا امینه، همه اون رفتن یستم، مادر رو نخوشم. تو اصلا بوری تو نمیخواد کار کنی، بوری که زرم فاصله داشته باشه با این. چه جوری شما میخواین تا همه سر اینا رو بگیریم بلند کنیم؟ میگیرم، دیگر من نمویش بزن. چه جوری میگیری؟ اینا سنگینه. باشه، بابا بچه ها سودونه بدارم سالمی هنوز. برو تو، برو چیکار به من داری بزن؟ برو این داری تو با مدیری تو ازاد کار داری، امروز جلسه داری. برو نمیخواد تو جوای سیکار کنی. یه برو دیگه. نمیخواد، نمیتونم. میگم یه برو من انجام میدم، نگرم من نباش. یه برو ادارت دیر میشه. یه برو دیگه. خب جناب سرپرست فرفر نشین داری میگه واسه پست مدیریه؟ باز بی زحمت دست خالی نرو، این کیسه را بزادم بدر آبانی جلده. چشم، من خونه خودمونم خودم میذاشتم دم بدر. خانم اولنگی. خانم اولنگی؟ بابایی بیا ببین قابی که اینجا زدم خوب شد. قاب چیه؟ قاب چی؟ برو کنار ببینم، برو کنار ببینم. به 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 مادر تو زدی بالا، جمشید من آوردی که چیدی پایین. آخ جمشید، 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 آخ کجایی که ببینی با یه دونه خواهر یتیمه دارن چه میکنن؟ پسره که تو رو کشت، دخترم تو رو از اون بالا کشیده آورده پایین. خب دیگه چرا به من میگید مهندس اولنگی؟ به من بگید کوزت کلنگی؟ تنر دیگه چرا بیکار وایسادی؟ خب منو بفرز آب استخر بکشم. آی جمشید، 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 بمیرم جمشید. آخ بمیرم جمشید. آی بمیرم جمشید. آخ بمیرم جمشید. حواست کجاست؟ کلت کار میکنی؟ این همه میخ تو این سالن ریخته. نگاه کن همینجوری تو دیوارو میخی. درست زدی تو میخ جمشید؟ چی کار کنم بابایی؟ خود خانم اولنگی گفتش که به هیچ دیواری میخ نزنید. اه چی؟ چی؟ خانم اولنگی؟ من الان دقیقاً یک ماه و یک ساعت و دقیقاً 12 ثانیه است که زن پدرتم و بازم خانم اولنگی هم. ببخشید دیگه نمیدونیم چی صداتون کنیم. راستش من زبونم نمیچرخه بهتون بگم مادر جون. مادر جون؟ مامان؟ مامان؟ خواهر؟ خواهر؟ خب قطعا به من نمیخوره مادر شما باشم. بهتون بگم نخود؟ نخود؟ منو پاک کرد نخود جانم. من دیگه نمیتوانم اینجا بمانم. بذارید فقط برم من. بذارید برم من. ناهید، ناهید یه دقیقه صبر کن. ناهید این منظورش نخود آبگوشی نیست، یه چیزی دیگه است. ناهید دختر بی عقل. آقا جون اصلا حواست به نخود نیست. بس کن بابا، این زن مثل آینه صافه، مثل کف دست صافه، این چه آینه است بابا؟ این تو زندگی به من یه دروغ نگفتش. این چه رفتاری شما داری باش میکنی؟ رفتارتون رو عوض کنید. آره اون اصلا به شما دروغ نگفته، زلال پاکه. ما خورده شیشه داریم. قابکس مامونه برده برو بنداز تو اتاقه. بادو خانم شهشانی بچه میخندی، لطفا حواستون رو بدید به من. من کار واجب. آره دیگه خانم، الان تلفن زندان دیگه تایم هم داره، خواهش میکنم گوش بدین. بله خانم، الان درون خود زندان هستم. نه خانم، یه سری اتهامات بوده که برطرف شد. برونیز که من خودم وکیلم. آقا بچه اینجا گرمش کن برو، خان میخواد تلفن بزنه. خان کدوم خان؟ مگه چند تا خان داری؟ آقای عزیز ببین بغل من چیکار میگه. آقا عزیزم من کار واجب داشتم، داشتم صحبت میکردم، الان داشت به جای خوبش میرسید. بهش بگو فرمایشات خان که تموم شد بیاد به جاهای خوبش ادامه بده. کی بهش بگه؟ به خودم بگو دیگه.
بهش بگو دارم به خودش میگم. نه دیگه هی میگی بهش بگو بهش بگو، به خودم بگین چی شده؟ تو مثل این که توجیه نیستی. یه تو که بابا یا تا بند من یه چایی با هم دیگه بخوریم، نمک نداره. من چشم، اجازه بدین من منتظر میمونم، سر فرصت هم میرسم بعد خدمتتون جهت صرف شیرینی و چای اینا. ببخشید من تو نوبت وایسادم. اگه سلطان همه این بندای زندون بودم، نادر خان میومد خودمو بازنشسته میکردم. باری کلا باری کلا، اینو ببینیم اسم بزن به دیوار زندون. جمع شید تا پهنتون نکردم. ای بچه ها الو، سلام مادرم، نور چشمم، تاج سرم، مزاحم چیزه؟ نادرم، پسرت، نشناختی؟ نادر؟ او جیگرم، آخ نادرم، وزوزم، الهی قربون اون سرکله وزوزی بشه، تو جوجه تیگیه مامانی. اینجا چرا زنگ زدی؟ مگه به سلامتی تو زندان نیستی؟ مگه چرا مادرم؟ شما که سند نیاوردی ما رو در بیاری، رفتی واسه خودت. کجا رفتم؟ سر قبرم رفتم. من سند داشتم بیارم. چه جوری بیارم؟ با چی بیارم؟ تو اینا رو بکن. چند سال از حبست مونده؟ یه سالی مونده. خدا رو هزار مرتبه شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. نه یعنی میگم کم مونده دیگه، خدا رو شکر که یه سال مونده، زود تمام میشه انشاءالله. نادین جان، درد بی درمان. مادر تنهایی؟ چطور مگه؟ آخه دیشب خواب آقام خدا بیامرز دیدم، گفت هوای مادرتو داشته باش. ننه، به نظرت منظور آقام چی بود؟ لوبیا خوردی دیشب دوباره؟ لوبیا بو که هر شب میخوری؟ مادر دیگه نفاق دیگه سر دلت مونده بود. اون که را داره، رها میشه. آده رها کن دیگه، هم خودت راحت کنم. ول کنم من، ول کن. ببین مادر من، اگه چیزی رو هم من پنهون کرده باشی، بلند میشم میام اونجا، جهان تو زیر رو میکنم. بابا تو جهان من رو چی کار داری؟ من ناسلامتی عزادارم. عزاداری؟ کت یشمی، خال پشمی؟ تو اینجایی؟ نایی جا، من تمام خونه رو گشتم جز اینجا. داری گریه میکنی؟ بابا به دل نگیر، اینا جوونن. حسودی میکنن. بده من خوابرش، بده من میزنم سر جاش. بیا تو سلام. چیه با چی تو صحبت میکنی؟ تلفونه؟ نگارم، در انتظارم. نگار حیرت من دلش به ایران تنگ شد. سلام رو خدمت شما برسیم. هرش چش بزرگی میرسونم. برو من بیام. نه ببخشی، سلام رو بیش نرسید. نمیرسید. نفهمیده که ما اینجایی؟ نه نفهمیده. شما برو، شما برو، من بیام. چش برو دیگه. الو داری منو؟ مادر این چی بود گفت عزیزم؟ کی اونجاست؟ عزیزم کیه عزیزم؟ خط رو خط افتاده بود، اتفاقا خیلی هم سمج بود. خط رو خط کدومه؟ تو کجایی هستن؟ سر قبر داداشم. من عزادارم. بالاخره این میاد، اون میره، این میاد. به سلامت ایشالا واسه شما خدمت بکنم. بفرمایید. چیه؟ تو چی کار داری به این کارا؟ تو چی کار داری؟ هیچی. زنگ زدم احوال تو بپرسم. زندونه دیگه، آدم فکری میشه، فکر بد میکنه. کی میای ملاقاتم؟ فردا میای ملاقاته؟ فردا بیا. چشم رو تخم چشمم، عظمت. فردا هم میام، چرا نمیام؟ الو
الو صدا قطع شد. الو پسر جو جی تی اون دیگه بابا بدبختی حس ششمشم به خودم رفته. بخواد در تعجبم اسم جهانم رو از کجا فهمید؟ بدبخت شدم. بدبخت. معلوم بود داری منو میپیچونی مادر من. خپته چیه؟ این بده. اون بالا نوشته 2 دقیقه آخه چجوری 20 دقیقه حرف میزنی؟ مشکل بسر اینجا زمانم واسه نادر خان وامسته. باریکلا از روی این بنویس بده به این 20 مرتبه از روش بنویسه. بیا الو الو نه 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 ببین خانم شهشانی من کار واجب داشتم اینا نذاشتن. ببین این تلفن منو جواب نمیده. یه زنگ میزنی به مهندس غزلقورچه میگی هی میگفتیم جبران میکنیم جبران میکنیم الان وقتشه من این تو هم یه سند برداره سند هر ملکی برداره میگه منو ببره بیرون. خدا که سخته نمیدونی این دوتا درست هم بالا وای بریم خدایا به خیر بگرد. چیم هم ببخشید دست رو دادی تو محبه سوی خیلی آره آره به نظرم نپرده بازه این اکس هم خوبه. به هر حال گفتم که مدیونت نباشه. چرا داییم عمومم در نازه به اگه من سلطان همه بندهای زندون بودم نادر خان میومد خودم بازنشسته میکردم. باریکلا باریکلا اینو بنویسید بزنید به دیوار زندون.